أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. به خواست خداوند متعال در این جلسه اشاره می شود به بعضی از آثار ایمان و اعتقاد به معاد. کسانی که ایمان به معاد دارن، اعتقاد به معاد دارن، آثار زیادی بر اونها باره. من اشاره می کنم به 4 اثر از آثار مهم. یکی از آثار مهم اعتقاد به معاد اینه که انسان را از پیروی هوا و هوس باز می دارد. در سوره مبارکه قیامه خداوند متعال می فرماید بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. انسانی که میخواد فسق و فجور کنه، بر اساس هوا و هوس حرکت کنه، منکر قیامت میشود. یسأل ایان یوم القیامه که قرآن میفرماید فاذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر یقول الانسان یومئذ این المفر. وقتی که قیامت برپا میشه، همین انسان میگه راه فرار کجاست؟ از کجا فرار کنم؟ پس کسی که اعتقاد به روز قیامت داره بر هوای نفس خودش مسلط است. این یکی از آثار. دومین اثر این است که کسی که اعتقاد به معاد و روز قیامت دارد رفتارش عادلانه است، بر اساس عدل رفتار میکنه، مانند مولای متقیان امیر المؤمنین علی علیه السلام که داستان را شنیدید. برادرشون عقیل آمد تقاضای کمک بیشتری رو کرد، نابینا بود. امیر المؤمنین آتش رو نزدیک دستش بردن، دادش در آمد برادر منو سوزندی. حضرت فرمودن چطور تو از این آتش میترسی ها؟ اما من علی از آتش قیامت نترسم. آتش قیامت را میگن 70 اونو به اصطلاح خشکش کردن، اونو آتش را از بین بردن، با آب و امثال ذلک شده آتش دنیا، خاموشش کردن شده آتش دنیا. من از آتش قیامت میترسم. پس کسی که اعتقاد به قیامت داره بر اساس عدل رفتار میکنه. سومین اثر اینه که کسی که اعتقاد به قیامت داره کم فروشی نمیکنه. در سوره مبارکه مطففین میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون. کم فروشی میکنن، وقتی جنس را میخرن به اندازه میگیرن، وقتی میفروشن کم میفروشن. البته کم فروشی هم مصادیق زیادی داره، یک وقت جنس را کم میفروشن، یک وقت حق کسی را تضییع میکنن. خلاصه کم فروشی. اینا قرآن میفهمد اینها گویا ایمان به روز قیامت ندارن که این کار را میکنن. یعنی اگر کسی اعتقاد به روز قیامت داشته باشد کم فروشی نمی کنه. این 3 اثر. چهارمین اثر که بسیار اثر مهمی هست اینه اعتقاد به روز قیامت به زندگی دنیا مفهوم می دهد، ارزش می دهد. انسان با اراده حرکت می کنه. چرا؟ چون می داند هر کاری که می کند اینا ثبت میشه و در روز قیامت آثارش را میبیند. خداوند متعال در قرآن مجید میفرماید افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. شما خیال میکنید عبث آفریده شدید، بیهوده آفریده شدید و به سوی ما باز نمیگردید؟ چرا؟ به سوی ما باز میگردید و حساب و کتاب را شما از نزدیک مشاهده میکنید. امیدواریم خداوند متعال عواقب امور همه ما را ختم به خیر بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.